بسم الله الرحمن الرحیم. شهید محمد تیموری که در جبهه خونین شهر سال 61 در 23 سالگی شهید شد. شما همسر یه دوت کردم به حرف بزنیم دیگه، شما همسرشون بودین، خودت رو معرفی میکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. همسر شهید محمد علی تیموری. خب اسمتون چیه؟ سکینه کاظمی. 23 سالگیشون شهید شدن، شما چند سالتون بود؟ من 15 سالم بود. چند وقت بود ازدواج کرده بودین؟ 2 سال بود. 2 سال بود که بله ازدواج کرد. بعد کدوم محله بودین؟ خیابونی نبوی منش. نبوی منش؟ بله. چی شد رفتن جبهه؟ دیگه برای دین و قرآن و اسلام. شغلشون چی بود؟ قبلا تراشکار بود، بعد تو سپاه رفت. اینجا با کت و شلواری که هست و کروات که هست و اینها بهش نمیاد سپاهی باشه. چرا؟ این عکس شما دوست داشتین درسته؟ عکس اون بدون کروات هم داشته، اما شما اینو دوست داشتین نگذاشتین. آره؟ بله. بعد خب کجا چطور شهید شدن؟ در اون کجا بود عزیزم؟ ببین من یادم میره عزیزم. چند تا بچه داشتین عزیزم؟ من اصلا بچه نداشتم. بعد شهادت، 2 ماه بعد شهادت دخترم به دنیا. هدیه همسرتون بود. بله. سلامت. بعد تراشکار بودن تو جبهه، هم کارشون چی بود؟ سپاهی بودن دیگه، بعد رفتن. خب نه تو همون کار تراشکاری تو سپاه میکردن. آرپیجیزن بودن. شغل باباشون چی بود؟ شغل باباشون بگم کشاورز بود. کشاورز بود بله. نه من گفتم شما بگی. نه کشاورز بود. نه باباش. بابا را میگه ننه عزیزم. بری سر دخترم، من یادم میرد. حالا آخه شما من مهمون و سختری هستی، من خدا 2 ماه بعد به دنیا اومده. چرا اون راه میبره همه را، خاطره همه را راه میبره. خب خودت نام معرفی میکنی؟ خواهش میکنم. اعظم تیموری هستم. بلند دیگه یه خود من میکروفون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. شما دختر خانم شهید هستید، خودت نام معرفی کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. اعظم تیموری هستم، فرزند شهید محمد علی تیموری. 2 ماه بعد از شهادت پدر به دنیا اومدم و حاج خانم خیلی برام روایت از پدر میگه و دیگه الان فکر کنم خودشون زیاد همکاری نکنن برای گفتن خاطرات، ولی آخرین خاطره ای که از پدرم هست رو خیلی دوست دارم براتون بگم، اجازه هست؟ من خیلی آزمون داده بودم برای قبول شدن توی استخدامی کشور دیگه، شما هر جایی رو بگید من آزمون دادم، تا اینکه یه روز اومدم همینجا کنار قبر خوابیدم و گفتم که پاشو یا پشتم رو میگیری مثل بقیه باباها و حمایتم میکنی یا میمونم همینجا. یکی از خیلی موندم اینجا خوابیدم کنار قبرش، یکی از مادر شهیدا منو دید اومد سر قبر گفت قسمت میشم پاشو و اینا، من خیلی دارم شما رو نگاه میکنم همش حالت خوب نیست و اینا. گفتم نه امروز باید بده، یا میده حاجتمو یا نمیرم میشینم همینجا. چرا بچه دار شد منو ول کرد؟ خیلی من با پدرم تو این زمینه ها عیاقم. بچه هم مادش نه؟ بله، چون من اصلا 2 ماه بعد از شهادت اومدم و خلاصه این مادر شهید منو دو شهیدم بودم، منو قسم داد گفت به تو رو به خاک 2 تا شهیدم پاشو برو. خیلی دیگه اصلا اون روز خیلی حالم بد بود، آزمونم داده بودم، آزمون استخدامی کشوری. خدا شاهده روز شهادت خود پدر دقیقا به من زنگ زدن و گفتن که شما آزمون قبول شدی. چند وقت روز خود شهادت بود؟ 2 بود. اون روز اومده دی همینجا؟ نه قبل من قبلش اومده بودم. خب چند وقت بعد از اون؟ 2 ماهی بعدش شد، من عید اومدم تقریبا. آزمونم رو داده بودم. یک ماه سال کنن آزمونم رو داده. من آزمونم رو داده بودم. من 2 دیگه استخدام شدم و از اون روز، حالا قبلنش خیلی بهم گفته بودن که ما هر موقع هرچی میخوایم میریم سر قبر بابات بت میده. اون روز یکی از گلایه هام بشین بود که تو به همه حاجت میدی، بچه خودتا یادت رفته؟ خلاصه که من این استخدامم و مدیون بابا هستم. من یه مدتی هم یه سردردهای بسیار بدی داشتم که من بیهوش می شدم و خانواده منو می رسوندن بیمارستان.
و خیلی منو دکترای زیادی بردن تو اصفهان. یه شب همینجوری که نشسته بودم، من خواب نبودم، من بیدار بودم، نشسته بودم، دارمو به هم داده بودم، من این بچه کوچیک داشتم، کسی تو اتاق نبود، خودم تنها بودم. پدرم با همون لباس نظامی، با همون لباس سپاهیش اومد تو، کنارم رو تخت نشست، جلوی چش خودم سرمو نیم کرد، گذاشت نصفش رو تخت، هیچی هم خون نمیمد، دستشو کشید رو سرم، گفت بابا دیگه خوب شدی. نصفه سرم، نه قشنگ میدیدم، نصفه سرمو گذاشت سر جاش و من واقعا زبونم بند اومده، هیچی نگفتم ولی خیلی نگاش میکردم و رفت با همون لباس. پس دوباره ازش حاجت کردی؟ نه خیلی گرفتم، خیلی، هیچ جایی احساس نکردم نباشه. من همین الانم که میرم سر پرونده های شهدا همش بهشون میگم، میگم ما راه رفتنمون هم مدیون شما. ولی خب بابام خیلی، من بابای من خیلی حاجت داده، حالا به خودم که یه طرف، اطرافیام، من دوتا بچه خدا به هم داد، اصلا من بنا بود بچه دار نشم چون ما از لحاظ ژنتیکی مشکل داشتیم. من دوتای بچه هام رو اومدم اینجا نیت کردم و خدا رو شکر که انقدر از لحاظ ذهنی اینا هر دوتاشون بالا، برای خود دکتر یه چیز خیلی تعجبی بود چون ما از هر دو طرف داشتیم، یعنی اصلا ما اجازه بچه دار شدن نداشتیم و من بچه هام هم از شهید دارم، دوتای بچه هام و دختر اولم خیلی شبیه شهیده، الان اینجا بود میدینین خیلی شبیه شهیده، حتی رفتاراش، حتی رفتاراش که خیلی به محرم و نامحرم حساسه، یه سری چیزایی که حالا خاطره خوبی از پدر هست که گفته باشن تو ذهنتون مونده باشه؟ آره، بابای من یه پلی توی محله خراب میشه و حالا اون طرف پل از لحاظ تغذیه و اینا خیلی در مضیقه بودن، بابای من با موتور این دو متر رو میپره، وسیله میذاره جلوی موتورش، دو متر رو میپره اون طرف و غذا اینا برای برامون سمتی که حالا از لحاظ آذوقه خیلی نه توی محل، توی محله. محل که خب شما، خب من اینا رو برام تعریف کردم چون ما محلمون خیلی پول داره، کوه آتیشگاهه، نزدیک کوه آتیشگاه، اونجا همش قناته، شما اگر بیاد همش قناته. شهید نه خیلی قشنگی با دندوناش میزده، خیلی بله شدیدن. بعد پدر بزرگم کشاورز بوده، اون زمانها چوب درخت میآورده اینا رو پوست میکنده میبرده بازار، مردم محله برام تعریف کردن، گفتن که بابات چوبا رو میآورد، آقا جونت یه ماشین میآورد مینداخت وسط جاده، محمد میگفت من ای میزنم شما کمک بابام بکنه به تراشی چوبا رو، میگفت این باری که شاید چند روز طول میکشی به خاطر نیزدن بابا چند ساعته تموم شد، چون همه میومدن به ذوق این که این حالا صدای نی رو بشنون. شهید خیلی شجاع بوده و الانم یه سری از خصوصیات رو من بردم، ولی چون من زنم یکم تو جامعه سخته، این که من خیلی این که خیلی پیگیر یه قضیه هستم، این که مدافعم شدید، یه قضیه رو خیلی سفت و مالی و خیلی شجاع هم. بیشتر شهدایی که من صحبت کردم موقع شهادتشون خانوادهشون، همسرشون، پدر مادرشون خواب ببینن، برای پدرتون هم این اتفاق افتاده بود؟ من پدرم و عمون دوتا شهید شدن. خب پدر اون عموی من اینجا نیستنشون، مزارشون محله، ایشون هم شهید شد. بله 6 ماه بعد از شهادت پدرم ایشون شهید شد. من خانواده پدرم، حالا پدر بزرگم وقتی تعریف میکرد، بابای من عکسای جنازه‌شم، عکسایی که حالا بعد از اومدنشون حالا برای جنازه یا حالا مراسم ما از خودش آماده کرده بوده، اینو بذارید هم عموم هم پدرم، اینا زودتر اصلا پیش زمینه‌هاشو گفتن و رفتن، یعنی پدرم و عموم آمادگی قبل از اینکه حالا میرن و حتی به مامانم میگه این دفعه آخره دیگه میرم، تو ناراحت نباش، این دیگه قول میدم این دفعه آخره و من سر 40 روز میام. و دقیقا روز 40 روزی که بابا رفتن، سپاه میاد دم خونه و به مامانم میگه که شهید شد. یعنی شهید هیچ وقت بعدهاش عقب نم، هیچ وقت خلف وعده نکرد.
من نبودم و این همه خاطره دارم. وای به حال مادرم که بوده و چه خاطراتی داره. خب دخترها بابایی هن دیگه. یه دخترها بابایی هن. موقع تولدش چی؟ مثلا نقل نشده بود که تولدش مثلا خوابی دیده باشن اتفاقی افتاده باشه؟ من پدرم تولدش یه حکایت خیلی قشنگی داره. شهید وقتی به دنیا میاد گوشتای تنش از بدنش کنده میشده. مادر بزرگم تعریف میکرد میگفت من این بچه رو زیر پنبه میذاشتم، با پنبه بلند و کوتاهش میکردم، اصلا میترسید در سر اینکه حالا بچه رو یه موقع از دستش رو نیفته، هم خیلی کوچیک بوده هم گوشتای تنش میریخته، پوستای رو دستش و اینا میریخته، با پنبه اصلا بچه رو بند خدا حملش میکرده. مادر بزرگم تعریف میکرد میگفت خیلی به سختی این بچه، خدا این بچه رو به من داد. و وقتی این اوضاع رو دیدم واقعا داغون شدم و از امام حسین خواستم که این بچه پوست تنش خوب بشه من نریزه، و نذر کردم که هر سال روز عاشورا من نذری بدم، که این اتفاق افتاد. پدر پوست بدنش خوب شد و مادر بزرگم هر سال، حتی الانی که پدر بزرگ و مادر بزرگم فوت کردن، عموها و عمه‌ها و خودم هیچ وقت نذاشتیم این نذر زمین بمونه، هنوز داریم انجام میدیم. و این نذر، نذر سلامتی شهیده نیست ولی برای ما خیلی مهمه. درست. چه روزی؟ روز عاشورا. دقیقا نه، دقیقا ظهر عاشورا خونه یه پدر بزرگم، خونه یه که به دنیا آمدن، اونجا نذری رو میدیم. و هنوزم با اینکه میگم پدر بزرگ مادر بزرگم نیستن، ما تو همون خونه قدیمی میریم دوباره در رو باز میکنیم، عموهام تهیه و تدارک میبینن با هم نهام و نذر و زمینه میزن. گفتیم که یه سری چیزا توی روی قبرشون درست نیست. بله. چیا؟ این شهید محمد تیمور جلوگانی اشتباهه، این شهید محمد تیموری جلوگانیه، که اصلا جلوگانی هم ندارم شناسنامشون. تیموری جلوگانی. بله، تیموری جلوگانی اشتباه نوشته شده. کلن اشتباه. من کلن متن اشتباه. بچه های خود همینجا تک شهدا مسئولینش میگفتن خیلی حتی مسئولیت ها روی فرمانده ها اشتباه نوشته درسته. شده درجه ها نمیدونم چیزا اینها. این خب نیاز به اصلاحات داره انشاءالله. چیز دیگه یاد پدرتون هست که اون بگیم؟ از پدرم، از پدرم نمیدونم چی بگم ازش. فقط یه چیزی بهتون بگم، واقعا بابا ما رو تنها نذاشت. من یه بار، خب بچه‌ای که بابا رو ندیده نه تصویری داره نه صدا، من بهش گفتم، گفتم من هم دلم میخواد مثل بقیه باباها حق دارم که من هم بابامو ببینم هم صداشو بشنوم. و یه شب اومد به خوابم، هم قیافشو حسابی دیدم و هم تا صبح حرف زد. یعنی بهش گفتم که صداتو شنیدم، یعنی تا اذان صبح بابای من با من حرف بزن. بابای من هست و اگر اتفاقی تو روزمره برای ما میفته اینه که بقیه نمیبیننش. تا الان هر کسی هم به حقمون ظلم کرده، اگر نگاه کنه به زندگیش میبینه که شهید همون ظلم رو برگردونه. یعنی محاله که بابام پشت ما نباشه، پشت من و مادرم نباشه، ولی دیگه مردمن، همه چیزشون چشم سره، چشم دلی نیست. شاید نماز هست، شاید روزه هست، شاید خدایی هست، ولی بچه مردم بچه مردمه. حتی اگر بچه شهید باشه بچه مردمه، و اگر پای منفعتی بین بچه خدا آدم و بچه شهید باشه بچه خدا آدمه. این سال ها یه روزی که خیلی دلتون سوخت، کاش بابام پسرم بود. من همه ی روزها دلم سوخت. یه کاری، یه حرکتی، یه اتفاقی نه، من همه ی جاهایی که بچه های اطرافم، بچه های خاله هام، مخصوصا الان بچه های عموهام و بچه های حال خاله هم، بچه های امام، بچه های مردم، حتی من بچه خودم رو تو بغل پدرش وقتی میدیدم گریه میافتادم. شاید نذارم ببینن، ولی شوهرتون هم چیزن؟ فرزند شهید هم؟ نه نه، شون فرزند شهید. درست. چطوری شهید شدن پدر؟ آرپیچی زن بودن، کلن از نایه پشت سر، پشت سرش اصلا نداشته بابا.
تا حد یه صورتی بوده، مادر بزرگم میره صورت رو بوس کنه، دستش میره زیر چاله سر رو دیگه بیهوش میشه. زیر کجا؟ زیر سرشون، کلا پشت سر نداشته بابا، فقط بوده. بله فقط صورتشون بوده، خودش دوست داشته بمونه، حالا صورت مونده چون این شفایافته امام حسینه دیگه، مالا خودش نبوده، مالا امام حسین بوده، بله نحوه شهادت هم حالا یه جورایی پشت سر میره دیگه، بس. از حسینه، هرچی هست از حسینه. دستتون درد نکنه. مرسی.